بسم الله الرحمن الرحیم و با اهل کتاب جز به روشی که آن بهتر است مجادله نکنید مگر کسانی از آنان که ستم کردند و بگویید به آنچه از سوی خدا بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ایمان آورده ایم و معبود ما و معبود شما یکی است و ما برای او تسلیم هستیم و این گونه کتاب را بر تو نازل کردیم پس کسانی که به آنها کتاب آسمانی دادیم به آن ایمان می آورند. و از همین گروه مشرکان نیز کسی است که به آن ایمان می آورد. و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند. و تو هرگز پیش از این قرآن هیچ کتابی را نمی خاندی. و با دست راست خود چیزی نمی نوشتی اگر چنین بود با به شک و تردید می افتادند بلکه آن قرآن آیات روشنی است که در سینه کسانی که دانش داده شده اند جای دارد و آیات ما را جست تمکاران انکار نمی کنند و گفتند چرا هایی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟ ای پیام بر بگو همانا نشانه ها همه نزد خداست و به فرمان او نازل می شود و من تنها هشدار دهنده ای آشکار هستم آیا برای آنها کافی نیست که همانا ما این کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می شود بی گمان در این قرآن رحمت و پندیست برای کسانی که ایمان می آورند بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه است آنچه را در آسمانها و زمین است میداند و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند اینان زیانکاران واقعی هستند و آنها با شتاب عذاب را از تو طلب می کنند و اگر ماعد مقرری تعیین نشده بود یقینا عذاب الهی به سراغ آنها میآمد و ناگهان در حالی که نمی دانند به سراغ آنها خواهد آمد و آنها با شتاب عذاب را از تو می طلبند و بیگمان جهنم به کافران احاطه دارد روزی که عذاب آنها را از بالای سرشان و از زیر پاهایشان در بر می گیرد و خداوند به آنها می فرماید بچشید آنچه را انجام میدادید. دادید ای بندگان من که ایمان آورده اید بی گمان زمین من وسیع است پس تنها مرا بپرستید هر کسی چشنده مرگ است سپس به سوی ما باز میشوید می شوید و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند قطعا آنها را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که نهرها در زیر آنجاری است جاودانه در آن خواهند ماند چه خوب است پاداش عمل کنندگان همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. و چه بسیار جنبندگانی که روزی خود را بر دوش نمیگیرند خداوند به آنها و شما روزی می دهد و او شنوای داناست و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است البته می گویند الله پس چگونه از حق منحرف می شوند خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ می گرداند. و یا برایش تنگ می دارد بی گمان خداوند به همه چیز داناست و اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان آبی را نازل کرد آنگاه با آن آب زمین را بعد از مردنش زنده کرد البته میگویند الله بگو حمد و ستایش مخصوص خداوند است بلکه بیشتر آنها در نمی‌یابند و این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی چه نیست و بی تردید اگر میدانستند سرای آخرت همان زندگی واقعی است پس هنگامی که در کشتی سوار شوند خدا را با اخلاص می خانند. پس چون خدا آنها را با آوردن به خشکی نجات داد باز آنان شرک می آورند. تا آنچه را به آنها داده ایم کفران کنند و تا از لذات زندگی دنیا بهره گیرند پس به زودی خواهند دانست آیا ندیدند که همانا ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم در حالی که مردم از اطراف آنان ربوده میشوند؟ آیا به باطل ایمان میآورند و به نعمت خدا ناسپاسی می کنند؟ و کیست ستم کار تر از آن کسی که بر خدا دروغ بندد یا حق را چون به سوی او آید تکذیب کند آیا جایگاه کافران در جهنم نیست و کسانی که در راه ما کوشش و جهاد کنند قطعا به راه های خیش هدایتشان می کنیم و یقیناً خداوند با نیکوکاران است سوره روم جزء 21 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الف لام میم رومیان مغلوب شدند در نزدیک ترین سرزمین و آنها بعد از مغلوب شدنشان به زودی غالب خواهند شد در ظرف چند سال پیش از این پیروزی و بعد از این پیروزی فرمان از آن خداست و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد به سبب یاری خداوند و خداوند هر که را بخواهد یاری می کند و او پیروزمند مهربان است خداوند بعد داده است خداوند هرگز بعد خیش را خلاف نمی کند ولی کن بیشتر مردم نمی دانند آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و آنها از آخرت غافلند آیا در زمیر خود نیندیشیده اند که دریابند خداوند آسمان و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و تا زمان معینی نیافریده است و بی تردید بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان ناباورند آیا در زمین گردش نکردند تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود آنها نیرومند تر از اینان بودند و در زمین دگرگونی به وجود آوردند و آن را بیشتر از آنچه اینان آبادش کرده اند آباد کردند و پیام برانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند پس خداوند بر آن نبود که بر آنها ستم کند ولی کن آنها به خودشان ستم می کردند سپس سرانجام کسانی که بدی کردند بدتر شد که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره می گرفتند خداوند آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند. آنگاه به سوی او باز گردانده می شوید و روزی که قیامت برپا شود مجرمان نومید شوند و برای آنها از معبودانشان شفیعانی نخواهد بود و نسبت به معبودانشان کافر می شوند و روزی که قیامت برپا شود آن روز مردم از هم جدا می شوند اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادهاند آنان در باقی از بهشت شادمان و مسرور خواهند بود و اما کسانی که کافر شدند و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند پس اینان در عذاب الهی احزار شوند پس خدا را تسبیح گویید هنگامی که شام می کنید و هنگامی که صبح می کنید. و حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان ها و زمین و عصرگاهان و هنگامی که ظهر می کنید. زنده را از مرد بیرون می آورد و مرد را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از مردنش زنده می سازد و همین گونه روز قیامت از گورها بیرون آورده می شوید و از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید پس ناگاه شما انسانهای زیادی شدید و در زمین پراکنده گشتید و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا به آنها آرام گیرید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد بیگمان در این امر نشانه است برای گروهی که تفکر می کنند و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف زبان و رنگ است بی تردید در این نشانه هایی برای دانایان است و از نشانه های او خوابیدن شما در شب و روز است و تلاش و بهره جستن شما از فضل اوست بی شک در این نشانه هایی است برای گروهی که میشنوند و از نشانه های او این است که برق را برای بیم و امید به شما نشان می دهد و از آسمان آبی نازل می کند آنگاه زمین را بعد از مردنش به آن آب زنده می کند بیگمان در این نشانه است برای گروهی که می اندیشند. و از نشانه های او این است که آسمان ها و زمین به فرمانش بر جای می ایستند پس هنگامی که با ندایی شما را از زمین فراخواند ناگهان شما خارج می شوید و از آن اوست هر که در آسمان ها و زمین است و همگی فرمان بردار او هستند و او کسی است که آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می و این باز گرداندن بر او آسانتر است و توصیف برتر در آسمان و زمین برای اوست و او پیروزمند حکیم است خداوند برای شما از خودتان مثلی زده است آیا بردگانتان در آنچه به شما روزی داده ایم با شما شریک هستند تا شما در آن برا برابر و یکسان باشید همان گونه که شما از شرکای آزاد خود بیم دارید از آنها هم بیم داشته باشید این چون این آیات را برای گروهی که تعقل می کنند به روشنی بیان می کنیم بلکه ستمکاران بدون علم و آگاهی از هوا و حوزهای خود پیروی کردند پس آن را که خدا گمراه کرده است چه کسی هدایت می کند و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود پس روی خود را با حق گرائی و اخلاص به سوی دین آور. فطرت الهی است که خداوند مردم را بر آن آفریده است دگرگونی در آفرینش خدا نیست این است دین اوستوار ولی لیکن بیشتر مردم نمی دانند. به سوی او باز گردید و از او بترسید و نماز را برپا دارید و از مشکان نباشید از کسانی که دین خود را پاره پاره کردند و فرق فرق شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارند خوشحالند و هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد پروردگارشان را میخوانند و توب کنان به سوی او باز می گردند. سپس هنگامی که رحمتی از خودش به آنان بچشاند ناگاه گروهی از آنان به پروردگارشان شرک میآورند. آورند تا به آنچه که به آنها دادیم، ایم کفران کنند پس از لذات دنیا بهره بگیرید که به زودی خواهید دانست آیا دلیل محکمی بر آنها نازل کردیم پس آن دلیل از چیزی که با خدا شریک می سازند سخن میگوید؟ و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم به آن خوشحال میشوند و اگر به خاطر اعمالی که انجام داده اند رنج و مصیبتی به آنها برسد ناگهان معیوس میشوند آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ میگرداند و یا تنگ میگیرد بیگمان در این گشایش و تنگی نشانه است برای گروهی که ایمان می آورند. پس حق خیشاوندان و مسکینان و در راه ماندگان را بده این برای کسانی که روی خدا می طلبند بهتر است و اینانند که رستگارند و آنچه به قصد ربا می دهید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می که تنها وچه الله را می تلبید برکت و فزونی می یابد پس کسانی که چنین کنند اینان فزونی یافتگانند الله همان کسی است که شما را آفرید آنگاه به شما روزی داد پس شما را می میراند آنگاه شما را زنده می کند آیا هیچ یک از شریکانتان می توانند چیزی از این کارها انجام دهند؟ او منزه و برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند به سبب کارهایی که مردم انجام داده اند، فساد در خشکی و دریا آشکار شده است تا خداوند جزای بعضی از آنچه را که انجام داده اند به آنان بچشاند باشد که آنان به سوی حق بازگردند ای پیام بر بگو در زمین سیر کنید پس بنگرید عاقبت کسانی که پیش از این بودند چگونه بود بیشتر آنها مشرک بودند پس روی خود را به آین پایدار بیاور پیش از آن که روزی فرا رسد که برایش هیچ بازگشتی از سوی خداوند نیست آن روز مردم متفرق شوند کسی که کفر ورزد پس کفرش بر زیان خود اوست و کسی که کار شایست انجام دهد پس برای خودشان آماده میسازند تا خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایست انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد بیگمان او کافران را دوست نمی دارد و از نشانه های او آن است که بادهای مجد دهنده را میفرستد و تا از رحمت خود به شما بچشاند و تا کشتی ها به فرمان او حرکت کنند و تا از فضل او روزی بجویید و باشد که سپاس گویید و به راستی پیش از تو پیام برانی را به سوی قومشان فرستادیم پس با دلایل روشن نزدشان آمدند آنگاه از کسانی که گناه کردند انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری دادیم و یاری دادن مؤمنان بر عهده ما بود الله همان کسی است که بادها را میفرستد. آنگاه ابرها را به حرکت در می آورد سپس آن ابرها را در آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و آن را پاره پاره می گرداند پس می بینی که دانه های باران از لابلای آن خارج می شود پس هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد خواهد برساند ناگهان آنان خوشحال می شوند و اگرچه پیش از آن که باران رحمت بر آنان نازل شود معیوس بودند پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند یقینا این خداوند زنده کننده مردگان است و او بر همه چیز تواناست و اگر بادی بفرستیم گرم و سوزان آنگاه آن را زرد شده ببینند معیوز شده و پس از آن ناسپاس می شوند پس ای پیامبر تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان بشنوانی و نمی توانی کران را هنگامی که پشت کنان رو می گردانند سخن و ندای خود را بشنوانی و تو نمی توانی کوران را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی تو تنها می توانی سخن خود را به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند پس آنها در برابر حق تسلیم شدگان هستند الله همان کسی است که شما را ناتوان آفرید سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید آنگاه بعد از قوت ناتوانی و پیری قرار داد هرچه چه بخواهد می آفریند و او دانای تواناست و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی در دنیا درنگ نکردند آری اینگونه از حقیقت و راه حق باز گردانده می میشوند. و کسانی که دانش و ایمان داده شده اند گویند به راستی شما به فرمان کتاب خدا تا روز رستاخیز درنگ کردید. پس این روز رستاخیز است لیکن شما نمیدانستید. پس آن روز کسانی که ستم کردند عذرخواهیشان سودی ندارد، و به آنان مهلت داده نخواهد شد به راستی برای مردم در این قرآن از هر گونه مسلی آوردیم و اگر نشانی برای آنان بیاوری البته کسانی که کافر شدند گویند شما جز بیهود گویان نیستید این گونه خداوند بر دلهای کسانی که نمیدانند مهر می نهد. پس ای پیام بر گرامی صبر پیش کن بیگمان گمان وعدی خدا حق است و هرگز کسانی که یقین ندارند تو را سبک سر نگردانند سوره لقمان جزء 21 بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم این آیات کتاب حکیم است هدایت و رحمت برای نیکوکاران است کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را میپردازند و آنها به آخرت یقین دارند اینان از جانب پروردگارشان بر هدایت هستند و اینان رستگارانند و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را میخرد. تا به نادانی مردم را از راه خدا گمراه سازد و آن آیات را به ریش خند می گیرد. اینان برایشان عذاب خار کننده است و هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود تکبر کنان روی میگرداند. گرداند گویی که آن را نشنیده است گویی در گوش هایش سنگینی است پس او را به عذابی دردناک بشارت ده بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها پر پرنعمت بهشت است جاودان در آن خواهند ماند وعده خداوند راست است و او پیروزمند حکیم است خداوند آسمانها را بدون ستون آفرید که می بینید و در زمین کوههای استوار افکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه در آن بپراکند و از آسمان آبی نازل کردیم آنگاه در آن زمین هر جفت گیاه پر ارزش و نیکو رویاندیم این آفرینش خداوند است پس به من نشان دهید کسانی که غیر از او هستند چه چیزی را آفریده اند. بلکه ستمکاران در گمراهی آشکاری هستند و به راستی به لغمان حکمت دادیم و به او گفتیم که شکر خدا را به جای آور و هر کس شکر کند تنها به سود خود شکر کرده است و هر کس که کفران کند پس بی تردید خداوند بی نیاز ستوده است و به یاد آور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را پند میداد گفت ای پسرک من به خدا شرک نیاور بیگمان شرک ستم بزرگی است و به انسان درباری پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد و از شیر باز گرفتنش در دو سال است آری سفارش کردیم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جای آور که بازگشت همه شما به سوی من است و اگر آن دو مشک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی پس از آنان اطاعت نکن و در دنیا با آنان به شایستگی رفتار کن و از راه کسی پیروی کن که توب کنان به سوی من باز آمده است سپس بازگشت همه شما به سوی من است آنگاه شما را از آنچه انجام می دادید آگاه می کنم ای پسرک من اگر عمل نیک یا بد به اندازه سنگینی دانه خردل باشد آنگاه در درون تخت سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد خداوند آن را در روز قیامت برای حساب می آورد بی گمان خداوند باریک بین آگاه است ای پسرک من نماز را بر پادار و امر به معروف کن و نهی از منکر کن و بر هر آنچه به تو برسد صبر کن بی تردید این از کارهای سترگ است و با بی از مردم روی مگردان و مقرورانه در زمین راه مرو بیگمان خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و هرگز فریاد نزن زیرا ترین صداها صدای خران است آیا ندیدید که خداوند آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است مسخر شما کرده است و نعمت های خود را آشکار و پنهان بر شما ارزانی داشته است و از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری در باری خدا مجادله می کند و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید گویند نه بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که نیاکان خود را بر آن یافتیم آیا حتی اگر شیطان آنان را به سوی عذاب سوزان دعوت کند باز هم از آنها پیروی می کنند و کسی که روی خیش را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد به راستی به دستگیری محکمی چنگ زده است و سرانجام همه کارها به سوی خداست و کسی که کافر شود پس کفر او تو غمگین نسازد بازگشت همه آنان به سوی ماست پس آنان را از آنچه انجام داده اند آگاه خواهیم کرد بی تردید خداوند به آنچه درون سینه هاست داناست آنها را اندکی از متاع دنیا بهرهمند می کنیم سپس آنها را به تحمل عذاب سختی ناگذیر سازیم و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید مسلما میگویند الله بگو حمد و ستایش مخصوص خداوند است بلکه بیشتر آنها نمیدانند. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست بیگمان خداوند است که بی نیاز ستوده است و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا مرکب گردد و هفت دریای دیگر به مدد آن بیاید سخنان خدا پایان نمی یابد بی تردید خداوند پیروزمند حکیم است آفرینش و برانگیختن همه شما در روز قیامت جز مانند آفرینش و زنده کردن یک تن بیش نیست بیگمان خداوند شنوای بیناست آیا ندیدی که خداوند شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می گرداند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است و یقیناً خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است این بدان سبب است که خداوند حق است و همانا آنچه به جز او می خانند باطل است و همانا خداوند است که بلند مرتبه بزرگ است آیا ندیدی که کشتی به نعمت خدا در دریا حرکت می کند تا خداوند بخشی از نشانه های خود را به شما نشان دهد؟ بیگمان در این برای هر شکیبای سپاس گذار نشانهایی است و هنگامی که در دریا موجی همچون سایبان آنها را بپوشاند خدا را با اخلاص میخوانند پس چون آنها را با آوردن به خشکی نجات داد آنگاه بعضی از آنان راه اعتدال را پیش میگیرند و بر ایمان و عهد خود میمانند در حالی که بعضی دیگر راه کفر را پیش میگیرند و آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی کند ای مردم از پروردگارتان بپرهیزید و از روزی بترسید که نه پدر کیفر فرزندش را به عهده میگیرد و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را عهدهدار می شود یقیناً بعد خداوند حق است پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خدا نفریبد بیگمان علم قیامت نزد خداست و او باران را نازل می کند و آنچه را که در رحم هاست می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه چی چیز به دست میآورد. آورد و هیچ کس نمی داند که در کدام سرزمین می میرد یقینا خداوند دانای آگاه است سوره سجده جزء 21 بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم نازل شدن این کتاب که در آن هیچ شکی نیست از سوی پروردگار جهانیان است آیا میگویند محمد آن را به دروغ بافته است نه بلکه آن حق است از جانب پروردگار توست تا هشدار دهی قومی را که پیش از تو هشدار دهنده ای برایشان نیامده است شاید هدایت شوند الله کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روز آفرید سپس بر عرش قرار گرفت شما را جز او هیچ کار ساز و شفیعی نیست آیا پند نمی گیرید؟ کار جهان هستی را از آسمان تا زمین تدبیر می کند سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سالهایی است که شما می شمارید به سوی او بالا می رود این توصیف دانای پنهان و آشکار پیروزمند و مهربان است همان کسی که هرچه را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد سپس نسل او را از اصاری از آب ناچیز پدید آورد آنگاه اندام او را سامان داد و از روح خود در آن دمید و برای شما گوش و چشم ها و دلها قرار داد چه اندک سپاس میگذارید و کافران گفتند آیا هنگامی که مردیم و در زمین ناپدید شدیم آیا در آفرینش تازه ای خواهیم بود؟ بلکه آنان به دیدار پروردگارشان کافرند ای پیام بر بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته شده جانتان را میگیرد سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده گردانده می شوید و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سرهایشان به زیر افکنده اند گویند پروردگارا دیدیم و شنیدیم پس ما را بازگردان تا کار شایسته ای انجام دهیم بیگمان ما به قیامت یقین داریم و اگر میخواستیم به هر کس هدایتش را میدادیم ولی کن سخن من حق است که جهنم را از جنیان و آدمیان همگی پر می کنم. پس به کیفر آن که دیدار امروزتان را فراموش کردید عذاب را بچشید بیگمان ما نیز شما را فراموش کردیم و عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام میدادید بچشید تنها کسانی به آیات ما ایمان میآورند که چون به آن پند داده شوند سجد کنان به زمین افتند و پروردگارشان را به پاکی بستایند و آنان تکبر نمی کنند پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود پروردگارشان را با بیم و امید می خانند و از آنچه به آنها روزی دادیم انفاق می کنند. پس هیچ کس نمی داند چه پاداش های عظیمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده است به پاس آنچه که در دنیا انجام میدادند. آیا کسی که مؤمن است همچون کسی است که فاسق است نه هرگز برابر نیستند اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس برای آنها باغهای بهشت جاویدان خواهد بود این به عنوان محل پذیرایی از آنهاست به پاداش آنچه که انجام میدادند. و اما کسانی که فاسق شدند پس جایگاهشان آتش جهنم است هرگاه که بخواهند از آن خارج شوند به آن باز گردانده شوند و به آنها گفته شود بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب می کردید و یقینا به آنان از عذاب نزدیک این دنیا پیش از عذاب بزرگ آخرت میچشانیم شاید بازگردند و کیست ستم کارتر از آن کسی که به آیات پروردگارش پند دهند آنگاه از آن اعراض کند بیگمان ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت به راستی به موسا کتاب تورات دادیم پس ای پیام بر گرامی از دیدار او در شک و تردید مباش و ما آن تورات را وسیله هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند چون شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند مسلما پروردگار توست که در روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف میکردند داوری می کند. آیا برای آنها روشن نشده است که چه نسل های بسیاری را پیش از آنها هلاک کردیم که اینان در خانه های ویران شده آنها راه می روند بیگمان در این نشانه ها و عبرت هاست آیا نمی شنوند؟ آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین خشک و بیگیاه میرانیم؟ پس به وسیله آن زار را بیرون می آوریم که چهار پایانشان و خودشان از آن می خورند؟ آیا نمی بینند؟ و گویند اگر راست گویید این پیروزی کی خواهد بود؟ بگو روز پیروزی کسانی که کافر شدند ایمانشان سودی نخواهد داشت و نه به آنها مهلت داده می شود سپس ای پیامبر از آنها روی بگردان و منتظر باش که آنها نیز منتظر هستند سوره احزاب جزء 21 بسم الله الرحمن الرحیم ای پیامبر از خدا بترس و از کافران و منافقان اطاعت نکن بیگمان خداوند دانای حکیم است و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن یقینا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است و بر خدا توکل کن و خداوند به عنوان کارساز و مدافع بسنده است خداوند برای هیچ کس دو قلب در درونش قرار نداده است و هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار می دهید مادران شما قرار نداده است و نیز فرزند خانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است این سخن باطل شماست که به دهان خود می گویید. و خداوند سخن حق را می گوید و او به راه راست هدایت می کند. آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا منصفانه تر است. پس اگر پدرانشان را نمی شناسید برادران دینی شما و موالی شما هستند و در آنچه که قبلا اشتباه کرده اید گناهی بر شما نیست ولیکن آنچه را که دلهای شما از روی عمد می خواهد و میگویید گناه است و خداوند آمرزندی مهربان است پیام بر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها هستند و در کتاب خدا خیشاوندان برخی از آنان به برخی دیگر از سایر مؤمنان و مهاجران سزاوارترند مگر اینکه به دوستانتان نیکی کنید و سحمی از انوال خود را به آنان بدهید این حکم در کتاب نوشته شده است و ای پیام بر گرامی به یاد آور هنگامی را که از پیام بران پیمانشان را گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسا و ایسبن مریم و از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم تا خداوند راستگویان را از صدقشان بپرسد و برای کافران عذابی دردناک آماده کرده است ای کسانی که ایمان آوردی اید نعمت خدا را بر خود به یاد آورید هنگامی که لشکرهایی به سوی شما آمدند پس ما تند باد سختی بر آنها فرستادیم و لشکرهایی از فرشتگان که آنها را نمیدیدید و آنها را در هم کوبیدیم و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست هنگامی که آنها از سمت بالای شهر شما و از سمت پایین شهرتان به سوی شما آمدند و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شد و دلها به هنجره رسید و گمانهای گوناگونی به خدا می بردید آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و به سختی تکان خوردند و نیز به یاد آورید هنگامی را که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است می گفتند خدا و پیام برش جز فریب به ما وعد ای نداده است و نیز هنگامی که گروهی از آنان گفتند ای اهل یسرب اینجا جای ماندن شما نیست پس به خانه های خود برگردید و گروهی از آنان از پیام بر اجازه بازگشت میخواستند میگفتند بیشک خانه های ما بیحفاظ است در حالی که بیحفاظ نبود آنها فقط میخواستند از جهاد فرار کنند و اگر لشکر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد میشدند و خانه را محاصره میکردند سپس پیشنهاد بازگشت به کفر و شرک به آنها میکردند میپذیرفتند و جز اندکی برای انتخاب آن درنگ نمیکردند کردند و به راستی که آنان پیش از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد و پیمان خدا بازخواست دارد ای پیامبر بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید هرگز فرار سودی به حال شما نخواهد داشت و آنگاه جز اندکی از زندگی دنیا بهرمند نخواهید شد ای پیام بر بگو چه کسی است که شما را از اراده خدا حفظ می کند اگر او برای شما بدی اراده کرده باشد یا رحمتی برای شما اراده کرده باشد و آنها برای خود جز خدا هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت قطعا خداوند بازدارندگان را از شما و آنان را که به برادرانشان گفتند به سوی ما بیایید و جز اندکی به کارزار نمی آیند می شناسد. در حالی که آنها بر شما بخل می پس هنگامی که زمان ترس پیش آید می بینی که به تو نگاه می کنند در حالی که چشمهایشان در هدقه می چرخد مانند کسی که از سکرات مرگ بیهوش شده باشد پس چون ترس و وحشت برطرف شد شما را با های تیز و تند خود می رنجانند در حالی که برمال سخت، حریص و آزمندند اینان هرگز ایمان نیاورده اند لذا خداوند اعمالشان را تباه و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است آنها گمان می کنند که لشکریان احزاب هنوز نرفته اند و اگر لشکریان احزاب بار دیگر برگردند آرزو می کنند ای کاش آنان در میان اعراب بادی نشین بودند که از اخبار شما جویا می شدند و اگر در میان شما باشند جز اندکی پیکار نکنند یقینا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی است برای آنان که به خدا و روز آخرت امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند و چون مؤمنان لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان چیزی است که خدا و پیام برش به ما وعده داده و خدا و پیام برش راست گفته اند و این امر جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزود از مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند پس کسی از آنان هست که پیمان خود را به آخر رساند و از آنان کسی هست که در انتظار است و هرگز تغییر و تبدیلی در پیمان خود نیاورده اند تا خدا راستگویان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبه آنها را بپذیرد بیتردید خداوند آمرزندی مهربان است و در غزوه احزاب خداوند کافران را با خشمشان از مدینه بازگرداند در حالی که هیچ خیر و منفعتی نیافتند و خداوند مؤمنان را از جنگ بینیاز کرد و پیروزی نصیبشان ساخت و خداوند توانای پیروزمند است و خداوند کسانی از اهل کتاب را که از آنها حمایت کرده بودند از قلعه هایشان فرود آورد و در دلهایشان وحشت انداخت و شما گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می گرفتید و خداوند زمین آنان و خانه و اموالشان را به شما واگذاشت و همچنین زمینی را که در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هر چیز تواناست ای پیامبر به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زینت آن میخواهید پس بیایید تا با هدیه ای مناسب شما را بهرهمند سازم و شما را به طرز نیکویی رها کنم و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را میخواهید پس بدانید که خداوند برای نیکوکارانتان پاداش عظیمی آماده کرده است ای زنان پیامبر هر کس از شما که گناه ناشایست آشکاری مرتکب شود عذاب او دو افزوده می شود و این بر خدا آسان است